همزمان با اوجگیری قیام سراسری مردم ایران، شاهد امواج فزاینده‌ای از حمایت‌های بین‌المللی و بازتاب‌های جهانی این قیام هم هستیم. این روزها از رسانه‌های خارجی تا شخصیت‌های بین‌المللی و نمایندگان پارلمان‌ها به صحنه میان و با مردم ایران و قیام‌های اونها اعلام همبستگی می‌کنند. این حمایت‌های بین‌المللی از چه جایگاهی برخوردارند و چقدر در به سرانجام رسوندن این قیام سراسری مردم ایران موثرند؟ همراه هستیم با آقای محسن نادی تا در همین رابطه گفتگوی داشته باشیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستن، به خصوص جوانان شورشی و دلاور قیام مردم ایران. در خدمتتون. درود بر شما. با من سوال اول میخواستم اگه ممکنه توضیح بدید که این حمایت‌های بین‌المللی و بازتاب‌های جهانی که در رابطه با قیام سراسری مردم ایران هست، می‌کنید چقدر در پیشروی انقلاب دموکراتیک مردم ایران نقش دارند، یا بهتر بگم که تاثیر این موزگیری ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ بله، فکر میکنم پاسخ به این سوالتون خیلی واضحه. ببینید، من برای شروع، برای اینکه مفهوم بشه، یک مثال میزنم. مثلا شما فرض کنید که یک خونه ای توسط یک مش دزد و غارتگر و چپاولگر و جانی به گروگان در اومده، دوزا رفتن توش، ساکنینش رو به گروگان گرفتن، در حال سرقت و چپاول اموال اون خونه و جمع‌آوری جواهرات و ثروتاش هستن و در حال شکنجه و تجاوز و تعدی به ساکنان این خونه. خب توی این صحنه ما اگر فرض کنیم که الان مردم محله، همسایه ها همه اومدن بیرون، همه هم ابراز همدردی و نگرانی میکنن، به طور خاص واژه نگرانی رو به کار میبرم، در حمایت‌های بین‌المللی هم زیاد دیده میشه. خب سرانجام این خونه به کجا میرسه؟ یعنی آیا با تجمع همسایگان و ابراز نگرانی و ابراز حتی حمایت‌های قلبی، آیا تغییری در این خونه، در این وضعیت ایجاد میشه؟ طبعا خیر. این ساکنین اون خونه هستن که باید علیه اون متجاوزین قیام بکنن، باهاشون درگیر بشن، اونا رو از خونهشون بیرون بکنن، قیمتشو بدن. ممکنه قیمت سنگینی هم داشته باشه، ولی باید با این وضعیت مبارزه کنن، مقابله کنن. خب در وضعیت قیام ایران هم میشه همچین تشبیهی کرد. البته که حمایت‌های بین المللی خب تأثیر خاص خودشون رو دارن، ولی تعیین کننده اون مردم ایران هم. تعیین کننده اون مردم و مقاومت و ایستادگی و پایداریشونه و قیام کردن دلاورانه علیه همین متجاوزین. خب در این میان حمایت‌های بین‌المللی هم جایگاه خودشو داره، کسی منکرش نیست. بگذریم از این که البته توی این چند سال و چند دهه گذشته اگه شما به دقت نگاه بکنید، بیشتر طرف‌های غربی که اشاره کردین طرف رژیم بودن، با دزد و جانی ساختن یا چشمشون رو بستن یا در ماکسیموم ابراز نگرانی مصلحت‌جویانه کردن، نه اینکه در کنار مردم ایران ایستاده باشن. ولی به هر حال الان به یمن این مقاومت و ایستادگی مردم ایران، خب شاهد افزایش این حمایت‌ها هستیم و فرصت مغتنمی هم هست، باید ازش استفاده کرد. بله، با تمام این توضیحاتی که شما دادید، حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب چی شد که شاهد این تغییر مواضع در عرصه بین‌المللی هستیم؟ چرا همین دولت‌ها که تا همین دیروز با رژیم در حال مماشات بودن، حالا یک دفعه از قیام مردم ایران دارن حمایت میکنن؟ چی عوض شده؟ بله، یه چیزی عوض شده. انقلاب ایران و قیام ایران بیش از 2 ماه که ادامه داره، استمرار و ادامش و اینکه مردم ایران با پایداری خودشون حاضرن هر قیمتی رو بدن، به این دلیله که وضعیت تغییر میکنه، تعادل سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین المللی هم تغییر میکنه. ببینید، همین الان تو شروع برنامه هم من داشتم نگاه میکردم، خب خون شهیدایی مثل کیا، مثل دختر معصوم آیلار توی تبریز و صدها از این جوانان که به خاک و خون میفتن، خون جوشان این شهیدان در کف خیابونه که این تعادل رو میچرخونه، باعث این حمایت ها میشه. مقاومت زندانیانه که باعث تغییر این تعادل و اوجگیری این حمایت ها میشه. الان دیروز شاهد بودیم این آخوند جنایتکار خاتمی که داشت از دادگاه ها و بیدادگاه های رژیم میگفت و دعوت میکرد و قضات رو تشویق میکرد و میگفتش که احسنت به شما که خلاصه
اینا رو به اشد مجازات محکوم کنید. بعد در فاکتش هم میگفتش که بهش حکم اعدام میدن به عنوان یک قاتل، میگه اگر از زندان برم بیرون دوباره میکشم. خب این صحنه ها کجا بوده؟ خب همین صحنه های دلاورانه، همین قیمت دادن ها، همین ایستادگی هاست که صحنه رو میچرخونه. رهبر مقاومت ایران معروفه، سالها پیش گفت اگه مردم ایران بایستن، پایداری کنن و قیمتشو بدن، جهان کنارشون میسته. و خب امروز شاهدیم که این صحنه به یمن پرداخت بهای گزاف و سنگین مثل خون کیا و بقیه شهدا، خب صحنه رو چرخونده و ما شاهد تغییر مواضع هستیم، شاهد ابراز حمایت ها هستیم. اما به نظر ما اصلا کافی نیست. با قیمتی که مردم ایران توی این 40 و چند سال داده و الان داره میده، مطلقا همخونی نداره این حمایت ها. ما خواستار حمایت های خیلی خیلی جدیتری هستیم و جدیترین حمایتی که باید بکنن این دولت های غربی به رسمیت شناختن حق مشروع مقاومت مردم ایرانه در دفاع از خودشون. چون مثلا در مقابل این صحنه هایی که از وحوش خمینی میبینیم، این ضرب الحد الموت، این جنایت هایی که میکنن در بازداشتگاه ها یا در کف خیابونا جلوی دوربینا، این آیا شایسته دفاع از خود نیست؟ مگه تو بیانیه جهانی حقوق بشر نیومده حق دفاع از خود؟ مگه واتیکان بهش تصریح نکرده؟ مگه توی جنگ های استقلال آمریکا، انقلاب فرانسه، هر جایی که نگاه بکنید مگه بهش تصریح نشده وقتی که یک ملتی ستم زده، تحت سرکوب، هیچ راه دیگه براش نمونده، حق دفاع مشروع، یک حق مسجل شناخته شده بین المللیه. همه دولت های غربی باید اینو به رسمیت بشناسن، هم حق دفاع مشروع مردم به رسمیت بشناسن، هم جایگاه مقاومت مردم ایرانو. رژیم خمینی، مردم ایران چطور بگن که نماینده مردم ایران نیست؟ خلق دیگه نمی کنه. کرسیاش در سازمان ملل و هر جای دیگه در نهادهای بین المللی متعلق به مقاومت ایران و مردم ایرانه. ببخشید، وقتی که 36% طبق آمار خود رژیم، 36% از 30,000 دستگیر شده از نیروها و فک و فامیل و فرزندان خود مقامات رژیمن، یعنی ریزش به این حده، دیگه صحبت از درصد، مثلا چند درصد مردم ایران باید چه کار بکنن که نشون بدن که این رژیم رو نمیخوان و نمایندشون نیست. بنابراین در لیست بردن سپاه اولین خواسته جزء خواسته های مشروع مردم مقاومت ایرانه. ببخشید، بفرمایید. خواستم بگم شما در صحبتتون هم دارید به ایستادگی مردم و استمرار قیام ها اشاره میکنید، هم دارید از نقش موثر حمایت های بین المللی میگید. حالا سوالی پیش میاد اینه که بین این دو عامل به نظر شما کدوم یکیشون تعیین کننده ترند؟ بین کارزار مردم ایران در کف خیابون‌ها آیا این مهمتره، سرنوشت سازتره یا عنصر بین المللی؟ طبعا من توضیح هم دادم بین صحبتام، طبعا نقش تعیین کننده و مبنایی با مقاومت و پایداری داخل ایرانه. هر حمایتی، هر تغییر تعادل قوایی، هر ابراز سمپاتی از خارج دقیقا بر مبنای مقاومت در داخل ایران میچرخه. این یک چیز واضحیه. بنابراین با این ایستادگی و مقاومت ایرانه، گفتم مردم ایران در کوچه ها و خیابون هاستش که شاهد این به اصطلاح حمایت ها هستیم. چرا؟ چون شیب خود به خودی مواضع دولت های غربی در حمایت از رژیم و ساخت و پاخت با رژیمه و نه ایستادن در کنار مقاومت. اگر این فرمولو نگاه کنیم به حقانیتش که توی این 4 دهه گذشته ثابت شده، اگر شیب خود به خودی اینه، بنابراین هر حمایت داخلی مبتنی بر اوجگیری مقاومت و پایداری در داخل و قطعا خب کف خیابون هاست که تعیین میکنه سرنوشت قیام ایران و نه حمایت های بین المللی. بله. حالا این نکته که پیش میاد اینه که مگه ما در طول تاریخ بارها بارها ندیدیم که مردم ما به خیابون‌ها آمدند، خون دادند، مبارزه کردند، اما همین عناصر بین‌المللی مسیر اونها رو منحرف کردند. مثال‌های زیادی هست، دستاورداشون رو به یغما بردند. مثلا همین انقلاب مشروطه، مگه مردم ایران کم خون دادند؟ استعمار رو ارتجا زدن و بردن و نتیجه شد همین سلطنت پهلوی. مثال دیگه‌اش قیام سیتیر بود، مگه مردم کم خون دادند؟
مگه کم فداکاری کردن، ولی باز هم کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد دستاوردهای مردم رو به سرقت برد، یا همین انقلاب ضد سلطنتی خونش رو مردم دادن، قدرت خارجی کنفرانس گوادلوپ رو به راه انداختن و بعد هم خمینی رو با ساخت و پاخت سر کار بردن و نتیجه انقلاب رو دزدید. حالا سوال اینه که ما در حداقل در تاریخ ایران از این مثال ها زیاد داشتیم که بیانگر همین موضوع عنصر بین المللی بوده که گاه نتیجه معکوس داشته. شما این موضوع رو چطور خودتون ارزیابی میکنید؟ بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، فکر میکنم بحث خیلی خوبیه. ببینید، من فکر میکنم که باید از شرایط مشخص تحلیل مشخص داشت. به مواردی که اشاره کردید در گذشته بوده نگاه کنید، زمانی که در رابطه با مبارزات مشروطه خانه مردم ایران و همینطور بعداً سلسله پهلوی و همینطور که بیاییم جلو، اگر نگاه بکنید شما، هم اینا یک دیکتاتوری وابسته بودن. ببینید مثلا در زمان مشروطه خواهی اصلا محمد علی شاه قاجار با توپای لیاخوف روسی مجلس رو بمباران کرد، توپ باران کرد و بعدش هم فرار کرد، رفت توی سفارت روسیه پناهنده شد. وابستگی واضح. یا بعدش در رابطه با رضاخان قلدر، اصلا انگلیسی ها کلن اووردنش، انگلیسی ها هم بردنش. در رابطه با محمد رضا شاه پهلوی فرزندش، مگه حکومتش رو مدیون کودتای 28 مرداد نبود؟ مگه تاجش و تختش و شنلش و اسای زمرد نشانش و مگه مدیون کودتای 28 مرداد نبود؟ بنابراین اینا یه سری دیکتاتوریایی وابسته بودن. اما در رابطه با رژیم خمینی ما هرگز نگفتیم که ولایت فقیه یک رژیم وابسته است. ولایت فقیه یک رژیم قرون وسطایی وحشیه که تنها به سرکوب و صدور تروریسم متکیه و از این طریق حکومت میکنه. این صدور تروریسم و به اصطلاح سرکوبش هم از چه طریقی عنوان میکنه، اجرا میکنه، به اجرا در میاره؟ از طریق یک سرکوب متمرکز، یک سرکوب سازمان یافته، از طریق ستون فقرات کل رژیمش که سرپا نگه داشته، یعنی از طریق سپاه پاسداران اعمال میکنه. بنابراین وقتی که میگیم که سپاه پاسداران به عنوان ستون فقرات سرکوب و تروریسم رژیم شاخص و سمبل یک دستگاه سرکوب سازمان یافته است، بنابراین برای تغییر وضعیت در چنین رژیمی نیاز به یک مقاومت سازمان یافته متمرکز است که از عهده این سرکوب سازمان یافته بر بیاد. حالا این مقاومت سازمان یافته چیه؟ مقاومت سازمان یافته همین کانونای شورشی هم. همین مقاومت ایرانی که الان به چشم داریم میبینیم، همین شهرهای شورشی هم. همین مقاومتیه که ناله رژیم و سردمدارای رژیم رو در آورده و عربده مرگ بر مجاهدشون در تمام نماز جمعه ها همین روزهای اخیر به راهه. خب توی اینجا من فکر میکنم یک مخرج مشترکی بین صحبتهای من و عرایزش که شما ابتدا فرمودین وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که در اون دوران، در اون دیکتاتوری های وابسته، همچین مقاومتی وجود خارجی نداشته. در دوره محمد علی شاه قاجار وقتی که این توپباران مجلس صورت میگیره، مقاومت سازمان یافته وجود نداشته. یعنی شما میگید عنصر بین المللی وقتی تعیین کننده است که یک مقاومت سراسری باشه، حافظ منافع باشه، درسته؟ به این طریق دارم میگم. اگر دقت کنید بعد از قاجار هم مثلا دوران مصدق یک مبارزات ملی رو پیش برد در ایران. کمبودش چی بود؟ خودش میگه که من قشون و لشکر ندارم، انشالله در آینده جوانان شورشی مثل انقلابیون الجزایر میان رو کار و این کار رو خواهند کرد که اتفاق افتاد از طریق مجاهدین. بنابراین وقتی که یک تشکیلات سازمان یافته وجود داره، میتونه در برابر این رژیمی که وابسته هم نیست ولی سرکوبگر
تروریست و ارتجاییه و سرکوبش هم به صورت سازمان یافته اعمال میکنه، میتونه وایس بجنگه، میتونه وایس پاسخشو بده. اینه که میچرخونه. بنابراین وقتی چنین مقاومت سازمان یافته وجود داره، وقتی مردم حاضرن قیمتشو بدن در حمایت از این مقاومت، اون وقت هیچ کدوم از این کنفرانس هایی که شما گفتید، از گوادلوب گرفته تا هر کاخ الیزه و کاخ سفید و هر کاخهای دیگه اروپایی و آمریکایی، سرنوشت ایران رقم نمیخوره. کما اینکه دوران خمینی وقتی که میومد رو کار، به دلیل فقدان همین مقاومت سازمان یافته، چون مجاهدین و فدائیان توی زندان بودن، هنوز قدرت هدایت این جنبش سازمان یافته رو نداشتن. اون موقع رفتن تو گوادلوب، تصمیم گرفتن و خمینی اومد و اونی که میشد شد. ولی این بار فرق میکنه. این بار مقاومت ایران صاحب داره. از روز اولش آلترناتیوش که پایه‌گذاری شد در سال 60 صاحب داشته، تا الان صاحب داره. کانونهای شورشی در داخل و به اصطلاح گسترششون چشمگیره، چشم همه جهان رو خیره کرده. کسی هم به مجاهدین نیاز نیست که ضرورت حمایت‌های بین‌المللی رو یادآوری کنه، چون پیشتاز این قضیه است. چون 40 و اندی ساله، حتی به لحاظ ریاضی، تحلیل و تفسیرم نمیخواد، به لحاظ ریاضی و آماری نگاه بکنیم، کی بیشتر از مقاومت ایران کنفرانس تشکیل داده و تظاهرات را انداخته؟ در طول این 44 سال یک روز بوده که اشرف نشانها خیابونهای سر تا سر دنیا را خالی گذاشته باشن؟ هرگز. با قیام و بی قیام، تابستون و زمستون. بنابراین مقاومت ایران خودش پیشتاز جلب حمایت ها بوده و هست. اما روشن باشه که جایگاه هر چیزی جایگاه خودشو داره. راه حل در مقاومت سازمان یافته، آلترناتیو دموکراتیک، تنها آلترناتیو دموکراتیک سازمان یافته است که جلوی رژیم وایساده. و دستور این مقاومت هم منهدم کردن ستون فقرات این رژیم قرون وسطایی که سپاه پاسداران با تمام سازمان ها و اشکال مختلفی که زیر سازماندهی این سپاه قرار داره. راه حل فقط همینه. راه حل فقط در هم کوبیدن سپاه پاسداران، سیستم سرکوب رژیم و کانونهای شورشی. به خوبی دارن در این مسیر حرکت میکنن. به قدرت‌های خارجی هم هیچ کدومشون قدرت تصمیم گیری با وجود چنین مقاومتی، با وجود چنین آلترناتیو سازمان یافته ای در بال سیاسی و بال نظامی و متکی به حمایت مردم ایران، هیچ قدرت خارجی امکان تصمیم گیری در ایران نداره و نمیتونه هم داشته باشه. بله، خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم به خاطر وقتی که اختصاص دادید، در برنامه امروز شرکت کردید و در مورد جوانب مختلف اهمیت حمایت بین المللی توضیح دادید. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما.